با سلام های بسیار گرم خدمت بینندگان عزیز برنامه رهای زن، امیدوارم هفته ای رو که پشت سر گذاشتید هفته ای خوبی برای یکایک که شما عزیزان بوده و آماده دیدن برنامه امشب هم هستید. مینو همتی هستم و بر طبق روال هر هفته جمعه ها ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس برنامه رهای زن رو تقدیم حضورتون میکنم. برنامه های ما در روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران همچنین بازپخش میشه. لطف کنید زمان پخش و بازپخش برنامه های رهای زن رو به علاقمندان برنامه و به طور ویژه فعالین حقوق زنان اطلاع بدید. از عزیزانی که در هفته گذشته با ما ارتباط داشتید از طریق ارسال گزارش ها و نامه ها و پیامگیر سپاسگزاری میکنم، کماکان با ما در ارتباط باشید. اگر به ماهواره دسترسی ندارید میتونید همراه با ما برنامه را از طریق اینترنت نظاره‌گر باشید، از طریق خود کانال یک. زنان اگر به لحاظ جمعیتی اکثریت جامعه ایران رو تشکیل ندن، به طور قطع نیمی از جمعیت کشور رو در بر میگیرن. با این حال حقوق انسانی و شهروندیشون قانوناً پایمال میشه و قانونگذار به این بی عدالتی عریان جامعه شرعی میپوشونه. زنان طی ده‌ها سال بانک اعتراض خودشون رو چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران به گوش جهانیان رسوندن و از هر فرصتی برای افشای رژیم اسلامی و مطرح کردن مطالبات برابری طلبانه خودشون به بهترین شکل ممکن استفاده کردن. اما در همین کارزار فریادهای نیز از اقلیتی تحت ستم توأم با فشارهای جسمی و روانی به گوش میرسه که هرچند ضعیفه، لیکن خبر از فاجعه انسانی دیگری میده که رژیم مذهبی حاکم بر ایران باعث و بانی اون هستش. آری، اقلیت مورد نظر آن دست از شهروندانی هستند که خود را دگر باش می نامند و در فرهنگ لغات همجنسگرا نامیده می شن. متاسفانه جامعه ما برای فریادهای دگر باشان کمتر گوش شنوا دارد. تقاضا می کنم به این فیلم مستند با دیدی باز و انسان دوستانه نگاه کنید و یک لحظه، فقط یک لحظه خودتون رو به جای مهدی بگذارید تا تلخی روزگار این دسته از شهروندان را چشیده باشید و برای رفع این بی‌عدالتی به سهم خود کاری کنید. با سپاس فراوان از شاهین کاظمی برای تهیه و تنظیم این فیلم مستند و تقدیر بسیار از مهدی که شهامت کرد و حرف دل خود را با مردمش سهیم شد، با یکدیگر به دیدن این فیلم می رویم. با ما باشید. ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم. We don't have homosexuals like in your country. در کشور ما چیزی وجود نداره. We don't have that in our country. اینکه اصلا من تصمیم گرفتم که این موضوع خودم رو به صورت یک فیلم در بیارم این بودش که بتونم به وسیله این شاید یک کمک کوچیکی به جامعه بسیار زیاد دگرباشان ایرانی کمک کرده باشم.
من زمانی که ایران بودم مثل همه دیگه مجبور بودم، مثل خیلی از دوستان خودم که با هم ارتباط داشتیم، مجبوریم مثل همیشه نقاب بزنیم مثل از صبح تا شب، مجبوریم که بغضم رو داخل سینه نگه داریم که چی نگیم، چون میدونستیم که با این سنت و چارچوب دینی که در جامعه ما حاکم بود، اگر ما فقط یک بار اشتباه میکردیم و این موضوع برملا میشد، همون اولین و آخری اشتباهمون بود. یکی از دوستامی که به صورت اکیپی بودیم که از همدیگه خبر داشتیم، میدونستیم که هممون مثل همین تو هم یاد پیدا کرده بودیم، یه مدتی بود یکی از دوستامون نمیدم. بعد یه مدتی گفتم که به صورت سراغش گرفتم، بچه ها متوجه شدن که متاسفانه توی یه برنامه که با یه شخصی بوده دستگیر شده، و بعد از اون دیگه ما دو خبر نداشتیم تا یک روز که دیدم که اعلان مرگ فوتش رو دیوار داده بودم. پیجوی کردم از اون پرسیدم که اتفاق چی بوده، گفتن که امسی که توی زندان نمود و اتفاق افتاده، و به خاطر اون نوع دیدگاهی که روش بود و مسائلی که زندان واسه این موضوع پیش اومده بود واسش، حالا خودکشی کرد یا کشته شد من نمیدونم دقیقا، ولی فقط نمیدونستم که اون رفت. و این خودش برای من و تمام دوستان که با هم بودیم یه شوک وحشتناکی بود که ظرف چند روز، حداقل حدود یک هفته ده روزی، همه زندگی پیچیده شد از دستگیریش تا مرگش. و این خیلی وحشتناک تو سن جوانی بگه هست بگی وحشتناک واسه من که همسین دوستی از دست بدم به خاطر این مورد، چون با هم بودیم همدیر خیلی خوب میشناختیم. و این همین خودش یه بستری شد که من و باقی بچه ها بیشتر خفه بشیم، بیشتر توی خودم فرو بریم، از ترسی که مواد به خاطر اون چیزی که توی اون منطقه پیش اومده بود دیدگاهی پیدا کرده بودم به این مسئله که توی محله ما هست، خیلی ارتباطمون رو کم کردیم، ارتباطمون رو خیلی محدود کردیم، جوری که به اصطلاح شاید یک ماهی هیچ وقت دور هم جمع نشدیم که مبادا کسی متوجه بشه و مثلا ما مشکل پیش بیاد. فشار قرار گرفتم که ازدواج کنم، نمیتونستم بگم نه نمیخوام ازدواج کنم. خب میگفتن چرا، علت چیه، مشکل چیه، و چه میتونستم بگم که این مشکل رو دارم، چون مطمئنا این اول ناخن حرف هم به خانواده داده میشد. و علارغم میل باطلیم اونطوری که خانواده هم خواستند ازدواج کردم، طبق سنت، طبق آیینی که در کشور ما، در شهر مذهبی ما بودش، و من به عنوان یک مهدی در حالی که میدونستم نمیتونم، مطمئنا نمیتونم توی زندگی موفق باشم، ولی مجبور بودم نقش آدم عادی رو بازی کنم و مثل همه همسن و سالهای خودم، دوستان خودم که ازدواج کرده بودن به اون سنتی که بود ازدواج کردم، و مجبور بودم که از صبح تا شب مثل 30 سال گذشته نقش بازی کنم و نقاب رو سودم داشته باشم. و در حالی که میدونستم این راهی که دارم میرم داخلش راهی نیست که به سرانجام برسه، ولی مجبور بودم تا آخر خط برم. و
زمانی که من با ایشون آشنا شدم یه خانواده بودم مذهبی، هم خانوادهش هم خودش، یعنی شاید میتونم به جرات بگم در هفته 3 بار رو میرفت مسجد نماز میخوند. با این خانواده که آشنا شدم خیلی خوشحال بودم از این بابت که یه خانواده مذهبی هستن، تمام سنت ها همه چیز رو رعایت میکنن. مهدی هم خیلی خوب بود، تا زمانی که ایران بودیم ازش راضی بودم چون هیچ چیزی من از ایشون نمیدونستم که چی کار میکنه. چون زمانی که من بابا باش صحبت کردم گفتم محال ممکنه شما یه پسر بزرگ کرده باشین، 30 سال بزرگ کرده باشین، ندونیم پسرتون چجوری بزرگ شده. ولی زمانی که من به پدرش گفتم، پدرش در اومد گفت اگه من میفهمیدم خودم اینجا سنگسارش میکرد. اسمم اردشیر بیبک آبادیه، نزدیک 18 سال هست با گروه انجمن هومان در یتوگوری در سوئد تماس دارم و الان نزدیک 9 سال هستش که اینجا یه انجمن دیگه تشکیل دادم به نام هومان در یتوگوری. هومان در یتوگوری کارش بیشتر در مورد این هستش که به مردم آگاهی و اطلاعات خاص نسبت به HIV که چطوری از خودشون جلوگیری کنن و مریض نشن، و از این طریق باعث شده که خیلی از مردمایی که از کشورهای دیگه میان، از همه جای دنیا، از ایران، از عراق، از سوریه، از کشورهای لاتین امریکا، همین که میان با من تماس میگیرن و بیشتر کسایی که میان احتیاجشون اینه که از طریق یا میخوان تعویض پناهندگی کنم، مشکل دارن که نمیتونن اقامت بگیرن، من بهش کمک میکنم، یا مشکلات دیگر دارن. آقای مهدی هم که چندی پیش، نزدیک 2 هفته پیش با یه کاغذ اومد پیش من، یه اثر یه دوست مسئول رئیس پراید یتوگوری اینجا که اسمش تاسا هستش، اومد پیش من، بعد این کاغذ رو به من داد، من بعد باشون آشنا شدم و ایشون هم مشکلات مثل همه ایرانی هایی که هم دستگیر هستن داشت. مدت 4 سالی هستش و سویت هستش، بهش چند بار 3 بار جواب رد دادن و الان نزدیک 2 هفته که با من تماس گرفته، فلان تونستم بهشون از راد حمایت که انسانی بهش کمک کنم، حرفاشو گوش کنم و کسایی که آشنا دارم باشون تماس گرفتم و فهم میکنم در مورد تو مقالاتی که تو روزنامه اینجا هستش بیارین اسمشونو و شاید در طریق دولت سوئد بهشون بکنشون. Jag är psykoterapeut och jag har varit verksam i 30-tal år och nu arbetar jag sedan bortåt 10 år med traumatiserade flyktingar. Hur jag ser på homosexualitet är att det är någonting som varje människa föds till eller med. Så vi väljer inte vilken läggning vi ska ha, utan det finns redan färdigt när vi kommer till den här världen. Det finns många olika teorier om det är biologiskt eller om det är genetiskt eller om det är något inlärt, om det kan smitta och så vidare. Men det finns inga som helst vetenskapliga belägg för någon teori. Den enda teori som det finns lite belägg för, det är att det har att göra med hur många barn just den här modern har fött. Och det handlar alltså om vilken miljö som det har varit i livmodern för just det här barnet, att det påverkar den sexuella läggningen. Men det är ju heller ingenting som man kan välja själv. Utan det är ett öde som en människa har, och då får man lära sig att leva med det på bästa sätt. Och att straffa en människa eller förbjuda det i lagen, det är nästan lika dumt som att säga att man får inte lov att ha blå eller bruna ögon eller små eller stora fötter.
För det är någonting som man inte kan rå över och något som man är född med. Väldigt många människor som kommer hit med hemligheter av olika slag. Och en hemlighet kan vara att man råkar komma från ett land där homosexualitet är förbjudet eller kriminaliserat. Eller där man får lida mycket för det. Man kommer också med andra hemligheter, men det ska det inte handla om här. Och det tar ett tag innan man vågar ta fram de hemligheterna. 4-5 gånger kanske i genomsnitt att jag behöver träffa en person innan de vågar berätta. Skulle man berätta bara rakt av med en gång så skulle man ju vara lite som en självmordspilot som inte bryr sig om hur det går för en. Och det är kanske också någonting som de myndigheter som har att besluta om människor får stanna här eller inte, inte tänker tillräckligt mycket på. Att man inte kan berätta allt med en gång. آزادی که دوست دارن داره ببینم آزادی یعنی این Universal Declaration of Human Rights. It was written in 1948. Millions of people had perished in the Second World War. Many countries were still deeply divided by racism and military oppression. So, the 48 countries of the United Nations got together and decided that enough was enough. So they all sat down and wrote 30 articles. That's 30 rights and freedoms which belong to all of us. Article 1, we're all born free! We have our own thoughts and ideas. And we should all be treated the same way. Article 9 says nobody has the right to put us in prison without good reason. To keep us there or to send us away from our country.
شبه. Article 18 says we all have the right to believe in whatever we like, to have a religion, and to change it if we wish. Article 19. We all have the right to make up our own minds, to think what we like, to say what we like, and to share our ideas with other people. Says that nobody can take these rights and freedoms away from us. They belong to everybody. Thank you.